ما دانشجویان، کارگران، بازاریان و معلمان میهنمان به پا خواستند و بر طبل‌های طوفان کوبیدند. اطلاعی ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور مهرماه امسال با 1650 حرکت اعتراضی و 46 مورد درگیری میان دانشجویان و کارگران و معلمان و بازاریان میهنمان با عوامل سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف کشور به ماه اعتراض و خیزش علیه دیکتاتوری آخوندی تبدیل شد. اقشار مختلف مردم رو در روی استبداد پلید دینی بر طبل‌های طوفان کوبیدند و فریاد آزادی سر دادند. از ابتدای مهر ماه دانشجویان مجاهد و مبارز در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، علامه طباطبایی، دانشگاه بوعلی سینا در همدان، دانشگاه زاهدان، دانشگاه تبریز، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه گلستان به پا خواستند و علیه بازداشت و دستگیری دانشجویان، نبودن آزادی بیان، محرومیت از تحصیل، توطئه بومی کردن دانشگاه ها و همچنین موج جدید اخراج و تسلیه استادان در دانشگاه ها و مراکز تحصیلی دست به اعتراض زدند. سپس دانشجویان پیام نور و همچنین دانشجویان ستاره‌دار و دانش آموختگان هنرستان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش برای احقاق حقوق خود در مقابل مجلس یک تجمع اعتراضی برپا کردند. در 18 مهر ماه دانشجویان دلیر دانشگاه شیراز در حالی که در ورودی و محوطه دانشگاه توسط نیروهای سرکوبگر محاصره شده بود با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور حیا کن، دانشگاه را رها کن، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم و مجلس بی کفایت مایه ننگ ملت علیه حضور پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع در این دانشگاه تظاهرات کردند. دانشجویان آزادی زندانیان سیاسی را طلب می کردند و فریاد می کشیدند نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب. فرهنگیان و معلمان شریف نیز از آغاز مهر ماه به اعتراض برخاستند و با تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش و مجلس ارتجاع حقوق حقه خود را طلب کردند. تجمع اعتراضی فرهنگیان اسدآباد در روز دوم مهر در برابر اداره آموزش و پرورش این شهرستان، گرد همایی معلمان حق و تدریسی در روزهای هفتم و هشتم مهر در مقابل مجلس ارتجاع در تهران، تجمع اعتراضی معلمان یزد و کرمان و سمنان در روز 18 مهر در برابر مجلس ارتجاع، اعتراض معلمان بجنورد هنگام سخنرانی پاسدار احمدی نژاد در این شهر و گرد همایی معلمان حق و تدریسی و معلمان نهضت سواد آموزی در مقابل مجلس ارتجاع در روز 23 مهر در این شمار است. معلمان آزاده و شریف که در حکومت پلید آخوندی پیوسته با برخوردهای سرکوبگرانه، احکام کاهش حقوق، جریمه نقدی، تعلیق، انفصال از خدمت و تبعید و زندان مواجهند، در مهر ماه به چند حرکت اعتراضی دست زدند. در مهر ماه امسال کارگران محروم و به جان آمده نیز در کارخانه های مختلف در استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، قزوین، گیلان و بوشهر به تجمع اعتراضی و به تحسن و اعتصاب دست زدند. تجمع کارگران شرکت صنعتی دریای ایران سترا در روز اول مهر در اعتراض به اخراج کارگران، اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد در روز دوم مهر در اعتراض به اخراج شماری از کارگران و واگذاری شرکت به عوامل حکومتی، تجمع کارگران کارخانه کاغذسازی پارس هفت‌تپه در روز سوم مهر در مقابل فرمانداری رژیم در شوش، تحسن کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان و اقدام آنان به بستن جاده اهواز اندیمش.
همچنین کارگران گاز استان کرمانشاه، کارگران لاستیک البرز، کارگران کارخانه های فرش غرب بافت، کارگران لامپ الوند در قزوین، کارگران بازنشسته کارخانه ریسندگی ایران برک در رشت، کارگران چینی رویال در سمنان و رانندگان و کامیونداران در خوزستان با اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی علیه سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی و پرداخت نشدن حقوقشان به پا خواستند. برخاستن بازاریان و ایستادگی بازار ملی در برابر طرح غارتگرانه دولت پاسدار احمدی نژاد در مهر ماه امسال رژیم را تکان داد و بازتاب وسیعی در جهان پیدا کرد. بازاریان در شهرهای مختلف کشور طی 17 روز اعتصاب دولت پاسداران را مجبور به عقب نشینی کردند. در پی اعتصاب بازاریان اصفهان که از روز 7 مهر آغاز شد، رژیم آخوندی یگان سرکوبگر ضد شورش را به مقابله با آنها فرستاد و 150 تن از بازاریان شریف اعتصابی را دستگیر کرد. در روزهای بعد طلافروشان بازارهای قزوین، تهران، مشهد، تبریز، زنجان و شیراز به اعتصاب پیوستند و اعتراض بازار ملی علیه چپاول و غارت آخوندها ابعاد سراسری به خود گرفت. رژیم که از روش‌های فریبکارانه نتیجه‌ای نگرفته بود، طبق معمول به تهدید و سرکوب و بگیر و ببند روی آورد و شماری از اعتصابیون را دستگیر نمود. اما بازاریان شجاعانه اعلام کردند تا رژیم عقب نشینی نکند، آنها دست از اعتراض بر نخواهند داشت. سرانجام در اثر ایستادگی بازاریان و استمرار اعتصاب آنها، رژیم ناگزیر به عقب نشینی گردید و پاسدار احمدی نژاد اعلام کرد طرح چپاولگرانه خود را حداقل یک سال معوق می‌گذارد. رژیم آخوندی در واکنشی عجزالود به اعتراضات گسترده مردمی و در وحشت از اعتراض دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان، کارگران و سایر اقشار میهنمان اعلام نمود که قصد دارد 500 ایستگاه جدید پلیس علاوه بر انواع پلیس‌های موجود دایر کند. به رغم همه تمهیدات و اقدامات سرکوبگرانه و به رغم ارعاب و اعدام‌های یومیه و ضرب و شتم زندانیان از جمله در زندان اصفهان که طی آن دشقیمان یک زندانی را به طرز فجیعی به قتل رساندند، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در مهر ماه امسال در مجموع 1650 حرکت اعتراضی و 46 درگیری با نیروهای سرکوبگر ارتجاع را در استانهای مختلف ثبت کرده است که نسبت به 142 حرکت اعتراضی در مهر ماه سال گذشته نزدیک به 12 برابر افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب مردم میهنمان بار دیگر عزم جزم خود برای آزادی و عدالت و برکندن ریشه ستم و استبداد را نشان دادند. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور از فعالیت سراسری هواداران فداکار مجاهدین در مهر ماه امسال که پیام مبارزه و امید به آینده روشن را به میان مردم بردند و به پخش گسترده سیدی پیام‌های رهبری مقاومت و همچنین نصب تراکت و شعار نویسی علیه رژیم آخوندی همت نمودند تقدیر می‌کند. سلام بر خلق، سلام بر آزادی، درود بر رجوی. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، 3 آبان 1387.